اونایی که جورابای لنگ بلنگی دارن خوش اومدن. آجی آجی، اونایی که ماشینای لنگ بلنگی دارن خوش اومدن. صفای داماد ای بالا بگو. اونایی که زنای لنگ بلنگی دارن خوش اومدن. دور میگی ها. فیلمی که بعد از 32 سال همچنان صریح‌ترین ژانر ضد جنگ در سینمای ایران به شمار می رود. عروسی خوبان بلندترین فریاد جامعه ایرانی بود از ورای یک فیلم که در اوج جنگ ایران و عراق علیه جنگ کشیده شد. درسته این فریاد از فیلم من اومد بیرون، ولی حاصل جمع درد و ناله و رنج یک ملتی بود که چند سال صدها هزار کشته داده بودن، بیش از 1 میلیون معلول داشتن، چند استان کشور ویران شده بود. عروسی خوبان چند ماه پیش از پایان جنگ کلید خورد، جنگی که آتشباریش سرانجام با نوشیدن جام زهری فروکش کرد. اما جامعه خسته بود و سرخورده. فقر و بدبختی و بیخانمانی بیداد میکرد. درسته که جنگ ابتدا دفاع بود در مقابل حمله دشمن خارجی، ولی کم کم شکل عوض کرد، تبدیل شد به صدور انقلاب توسط رهبرانی که کارآمدی سیاسی نداشتن برای جمع کردن جنگ، و از دلش رفته رفته همین سپاه پاسدارانی بیرون اومد که کشور رو تبدیل کرد به یک پادگان نظامی. در واقع جنب و جوشی در هفتمین جشنواره فیلم فجر به راه افتاده بود و همه می‌خواستند به هر شکلی که شده عروسی خوبان را ببینند. الو الو، ما تو موقعیت بدی گرفتار شدیم، فرشته بفرستیم، فرشته بفرستیم. صحنه‌ای تو این فیلم هست، مثلا صحنه محضر که تایپ که سمبل سیستمه شلیک میکنه به رزمنده ها، خیلی سمبولیک من داشتم نشون میدادم که این دشمن خارجی نیست که داره این جنگ رو ادامه میده، این سیستمه که داره تایپ میکنه این جنگ رو، داره در واقع ادامه میده، بقا میده به جنگی که مدت هاست معنای خودش رو از دست داده و میتونه استاپ شه. سانسور یا به قول حکومتی ها ممیزی شمشیری است که هیچگاه در نظام لبش کند نشد. اما چطور عروسی خوبان توانست دست کم در جشنواره از گزندان در امان باشد؟ من فکر کردم اگر فیلمنامه اصلی رو بدم به وزارت ارشاد قطعا رد میکنه، در نتیجه یه فیلمنامه خیلی خونسایی برای اداره سانسور فرستادم و اونا مجوز ساخت رو دادن. ما فیلم رو که ساختیم قبل از اینکه در جشنواره نمایش داده شه، همیشه کمیته سانسور باید فیلم ها رو میدید، این رسم همیشگیه. اون تا اون موقع چون برقا قطع میشد، جیره بندی بود، محله‌ای بود برقا، و هنوز فیلم ها آماده نبود برای جشنواره، کمیته سانسور میرفت فیلم ها رو تو استودیوهای فیلمسازی که در حال آماده کردن فیلم ها بودن میدیدن. اینا هی چک میکردن با استودیو که چه وقتی این محله برق داره، میومدن عروسی خوبان رو ببینن. 10 دقیقه از فیلم که میگذشت من به دستیارم میگفتم از اون پشت برق استودیو رو قطع میکرد و اینا فیلم رو ندیده مجبور میشدن برن و دوباره بیان و فکر میکردن برق محله قطع شده. بارها این اتفاق افتاد تا اینکه فیلم رسید به جشنواره و اینا چون اعلام کرده بودن فیلم رو ندیده نمایش دادن و دیگه کار از دستشون در رفته بود. سانسور ایران رو نمیشد مستقیم بری تو شکمش، طبیعتاً
با گیوتین قطعش میکردن، ما فریب میدادیم سانسور رو، سناریوهای دیگه ای میدادیم، تو موقع نمایش یه بازیایی در می آوردیم، گاهی وقتا یه فیلم به اداره سانسور نشون میدادیم، یه فیلم دیگه ای رو میفرستادیم به جشنواره. این دفعه برق به ما کمک کرد.